به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 از خورشید خوش آمدید. امروز شنبه 20 دلو 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 9 فوریه سال 2019 میلادی. در نخست در خط خبرها. تأکید خلیلزاد برای رسیدن به صلح با طالبان پیش از برگزاری انتخابات. انتقاد سرور دانش از رهبران سیاسی در نشست مسکو. نگرانی حقوق بشر افغانستان از افزایش خیابان‌آزاری در کشور. آگاهی نداشتن شهروندان از قوانین مالیه‌دهی عامل فساد در وزارت مالیه. و آغاز عملیات تصفیه ائتلاف به رهبری عربستان در یمن. من سید فرید سنایی هستم. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که واشنگتن تنها به دنبال یک توافق برای بیرون کردن نظامیان امریکایی از افغانستان نیست، بل تلاش های پسین امریکا از بحر دستیابی به توافق صلح در افغانستان نیز است. وی که در انستیتوت صلح امریکا در واشنگتن سخن میزد افزود که با طالبان در مورد یک آژندای یک جانبه موافقت کرده است که بر دو نکته، یعنی مبارزه با هراس افغانی و خروج نظامیان امریکایی از افغانستان متمرکز است. سخنرانی نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در انستیتوت صلح امریکا در واشنگتن. زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که اظهارات رئیس جمهور ترامپ درباره حضور نظامیان امریکایی در افغانستان تعبیر درست نشده است. وی افزود که گفتگوهایش با نمایندگان طالبان تنها برای بیرون کردن نظامیان امریکایی از افغانستان نبوده، بل برای موافقت با این گروه از بهر برقراری صلح در افغانستان نیز بوده است. هدف عمومی من تحت رهنمایی رئیس جمهور و وزیر خارجه این نبود که یک موافقت خروج به دست آوریم، بلکه به موافقت صلح دست یابیم، زیرا موافقت صلح می تواند راه را برای خروج باز کند، ولی این تنها خروج نیست که ما به دنبال آن هستیم. زلمه خلیلزاد می گوید که در اصول با طالبان درباره یک آجندای یک جانبه موافقت کرده است که بر دو نکته متمرکز است: مبارزه با هراس افغانی و خروج نظامیان امریکایی از افغانستان. او تصریح می کند که بر وعده های خشک و خالی طالبان باور ندارد و خواهان ضمانت است تا بار دیگر بر ضد امریکا و متحدان آن از خاک افغانستان اقدام نشود. حتی اگر ما در این دو موضوع موافق شویم و یا پیشرفت هم کنیم، موافقت صلح در آینده نزدیک بدون موافقت در مورد مسائل دیگر ممکن نخواهد بود، از جمله ایجاد یک پلان همه‌جانبه برای آینده سیاسی افغانستان. به جنگ افغان با افغان باید خاتمه داده شود. افغان‌ها باید با یک دیگر گرد یک میز نشسته و در مورد آینده کشورشان تصمیم بگیرند. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان امیدوار است موافقت صلح با طالبان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور انجام شود تا طالبان نیز در آن سهم بگیرند. برای افغانستان این بهتر است که پیش از انتخابات موافقت صلح انجام شود. ما ترجیح می دهیم که پیش از ماه جولای موافقت شود و طالبان را نیز به این روند داخل کنیم. موافقت صلح زمینه را برای انتخابات صلح‌آمیز هم مساعد می سازد. ما وقت کافی برای موافقت صلح داریم، اما حتی اگر موافقت به دست هم نیاید، ما هر اقدام ممکن را در پیش میگیریم که انتخابات با اعتبار در افغانستان برگزار شود. اما حکومت افغانستان در واکنش به این گفته‌ها و شتاب زدگی امریکا میگوید که افغانستان خواستار صلح پایدار است، نه صلح موقت. حکومت افغانستان طرفدار صلح موقت و آتش بس هم اگر است برای که کمک کنه برای رسیدن به صلح پایدار و با عزت، ما طرفدار صلح دائمی هستیم. اگر تنها و تنها مسئله منافع امریکا مطرح باشه، خروج عساکر و تضمین طالبا که خاک افغانستان علیه امریکایا او به کار نمیره، از او استفاده نمیشه علیه امنیت امریکا و منافع افغانستان فراموش میشد و حالت اصول دائمی نبود. زلمه خلیلزاد میگوید چون این معلوم میشود که طالبان حاضر خواهند شد
تا در حضور چند جناح دیگر با حکومت افغانستان نیز بنشینند و تاکید کرد که خواهان برقراری آتش بس زود هنگام در افغانستان است و در صورت انجام آتش بس طالبان نمی توانند امتیاز زیادی از حکومت بگیرند. معاون دوم رئیس جمهوری میگوید افغانستان آزمایشگاهی نیست که هر گونه قانون اساسی و نظام های حکومتداری در آن تجربه شود و همچنان می‌افزاید مالک اصلی روند صلح مردم افغانستانند و تنها شخصیت های سیاسی نمیتوانند مالک گفتگوهای صلح باشند. نشست هماندیشی برای مبارزه با افراطیت، اما گفتگوهای صلح بر این نشست سایه افکنده است. معاون دوم ریاست جمهوری میگوید هیچ کسی اجازه ندارد به نمایندگی از مردم افغانستان آینده افغانستان را در ابهام قرار دهد. امروز صلح تنها مربوط به شخصیت‌های قومی و یا احزاب سیاسی نیست، مربوط به مردم افغانستان. این روزها هر از گاهی سخن از ایجاد اداره موقت و تغییر قانون اساسی زده می شود. اما معاون دوم رئیس جمهوری می افزاید افغانستان آزمایشگاهی نیست که انواع نظام حکومتداری و قانون اساسی گوناگون در آن تطبیق شود. برای ما نباید همیشه یک آزمایشگاه برای اداره های موقت و انتقالی و قانون اساسی های رنگارنگ باشد. تغییر نظام سیاسی و کنار گذاشتن قانون اساسی نه تنها باعث ثبات نمی شود که کشور را در یک چرخه ناپیدای دیگر از اختلاف و منازعه و بی‌ثباتی سوق. اما در اینجا عامل اصلی بحران افغانستان و رویاوری به افراطیت نگرش سطحی از دین پنداشته می شود. برداشته های سطحی خود باعث از این می شود یک انسان به طرف افراط‌گرایی سوق داده می شود. این سخنان معاون دوم ریاست جمهوری هنگامی بیان می شود که هفته پیش شماری از سران و چهره‌های سیاسی در نشست مسکو اشتراک کرده و در آگاهی نامه مشترک نماده‌ای را همراه با طالبان در مورد تغییر نظام و انجام گفتگوهای صلح منتشر کردند. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می گوید تعدیل قانون انتخابات از سوی ریاست جمهوری غیر قانونی بوده و برای آنان پذیرفتنی نیست. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تعدیل قانون انتخابات در صورتی که قانونی باشد مشکل ندارد. در همین حال نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند تا زمانی که حکومت دست از مداخله در کار کمیسیون های انتخاباتی بر ندارد تعدیل قانون انتخابات کارساز نخواهد بود. دیروز ریاست جمهوری نشست مشورتی را از بهر تعدیل قانون انتخابات برگزار کرد. نشستی که در آن در مورد طرح تعدیل، ازدیاد و حذف برخی از مواد قانون انتخابات گفتگو شد. اکنون کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که تعدیل قانون انتخابات از سوی ریاست جمهوری غیر قانونی بوده و برای آنان پذیرفتنی نیست. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تعدیل قانون انتخابات در صورتی که قانونی باشد اشکالی ندارد. ما قاطعانه ایرا به خاطر ای که از قانون پاسداری شده باشد رد میکنم و هیچ نوع مجازی از لحاظ حقوقی وجود نداره که یک فرمان تقنینی بیایه یک روز صادر شود باز قداندام کمی درازی و کوتاهی بکنه. دلته یک کمیسیون حضور درلوده د انتخاباتو و قانون باندې د انتخاباتو تخنیکی اړخونو باندې چې کله مجرد هغوی معلومات حاصل ک هغوی ته رخصت ورکړل شو. نهادهای ناظر انتخاباتی و نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری میگویند اگر قانون انتخابات پس از تعدیل از سوی کمیسیون های انتخاباتی و احزاب سیاسی نقض نشود و حکومت نیز دست از مداخله در کار کمیسیون های انتخاباتی بردارد، انتخابات آینده ریاست جمهوری به گونه شفاف برگزار خواهد شد. قوانین بهتر از او طرف حاکمیت قانون و رعایت قانون است. اگر ما امروز قانون انتخابات درست مراعات میکردیم شاید مشکلات جدی در عرصه مدیریتی نمی داشتیم. هر نوع تعدیلی که در قانون بیاید اگر مداخله صورت بگیرد توسط سران حکومت و کسایی که در رأس تکیه دارند فکر میکنم که اصلا تعدیل هم جایی را نمیگیرد. افزون بر این شماری از قانوندانان نیز در این مورد چنین میگویند تعدیل د انتخابات په قانون کې حقوقي بنسټ نه لري. اوسنی قانون هم د اساسي قانون سره په ټکر کې د تقنینی فرمان په ترڅ کې رامنځته شوی ده. اما دیدگاه ریاست اجرایی در این مورد چیست؟ ما از تمام ظرفیت ها استفاده میکنیم که انتخابات قابل قبول برگزار شوند
و انتخابات به دور از نفوذ باشه که معمولا در گذشته در انتخابات ها صورت گرفته بود. با این همه کرنده کر معاون سفیر امریکا در افغانستان نیز از تعدیل قانون انتخابات استقبال کرده و تاکید ورزیده است که انتخابات افغانستان باید با عمل شدن اصلاحات به گونه شفاف و سراسری برگزار شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش آزار و اذیت بانوان در خیابان‌ها سخت انتقاد می‌نماید. این نهاد تأکید می‌کند که اگر نهادهای مسئول به این موضوع به گونه جدی رسیدگی نکنند، بانوان با چالش‌های بیشتر روبرو خواهند شد. از سوی هم وزارت صحت عامه تأکید می‌کند که آزار و اذیت خیابانی سبب شده است که دختران و بانوان بسیاری در کشور آسیب روانی ببینند. آیشه اسم مستعار دختر است که از آزار و اذیت خیابانی شکایت های بسیاری دارد. او میگوید آزارهای خیابانی سبب شده تا دختران و بانوان بسیاری از آموزش و فعالیت های اجتماعی دست کشیده و خود را در چهار دیواری خانه زندانی سازند. باید مردم اصلاح شوند. باید خودش خوار مادر داره. باید ببینه دیگه مردم خانم هاست کار داره، بیرون میبره، درس میخوانه، پنتون میره، وظیفه داره. باید اذیت نکنم. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که آزار و اذیت بانوان در بزرگشهرهای کشور به ویژه در شهر کابل افزایش یافته است. این نهاد تاکید می نماید که بی توجهی به این موزل پیامدهای ناگوار را در پی خواهد داشت. خیلی مشکلات دیگه هم رنج میبریم که این مشکلات در کل در رده های دولت می باشد، در هر بدنه دولت موجود است که سبب میشه که خشونت علیه زنان یا خشونت علیه خانم ها نسبتاً به خط سرخ بیاید. افزون بر این وزارت صحت عامه میگوید آزار و اذیت خیابانی سبب شده است که بانوان بسیاری در کشور آسیب روانی ببینند. وزارت صحت عامه حدود 1300 کیس ثبت شده از آزار و اذیت جنسی دارد که این آزار و اذیت جنسی ممکن است که در هر جای اتفاق بیفته، چه در خانه، چه در محل وظیفه، یا حتی در خیابان یا سرک ممکن است که اتفاق بیفته. شماری از فعالان حقوق زن به این باورند که افزایش ناامنی‌ها، بیکاری، بی‌توجهی حکومت در راستای کاهش خشونت‌ها، دسترسی نداشتن بانوان به نهادهای عدلی و قضایی از عوامل بنیادی خشونت در برابر بانوان است، موردی که به شیوه های گوناگون از بانوان قربانی گرفته است. نگاه های بیمورد، نگاه های اذیت کننده که بدون کلام اتفاق می افته و یا کلام هایی که ممکنه باعث آزار اذیت بشه تقریبا شده جزء فرهنگ خیابانی این مردم. من احساس می کنم آنطور که باید ما از منابر و مساجد خودمان استفاده نکردیم و روزهای جمعه میتونه بهترین دلیلی باشه که جوانان ما پای منابر بشینن. با این همه وزارت امور داخله تاکید می کند که با عاملان آزار و اذیت خیابانی دختران و بانوان در بخش های گوناگون کشور برخورد جدی می نماید. پیش از این داستانی کل نیز در نشستی از افزایش خشونت ها در برابر بانوان سخن زده و افزوده بود که با ایجاد نهادهای ویژه داستانی در تمام ولایت های کشور و رجوع بانوان به این نهادها به فرهنگ معافیت از مجازات در کشور پایان خواهد داد. مسئولان اداره عالی بررسی میگویند که 17 قضیه سوء استفاده از دارایی های عامه را که سبب بیش از 552 میلیون افغانی و 2 میلیون دلار خساره به دولت تثبیت شده برای بررسی به دادستانی کل فرستاده شدند. از سوء استفاده از دارایی عامه را که سبب پیش خبرهای اقتصادی تا لحظات بعد تقدیمتان می شود. ادامه خبرها. نبود آگاهی از قوانین مالیه‌دهی سبب فساد در وزارت مالیه شده است. مسئولان وزارت مالیه در کارزار هفته مالیه‌دهی میگویند افغانستان نسبت به کشورهای همسایه مالیات بسیار اندک را از شهروندان میگیرد، اما نبود آگاهی شهروندان و مالیه‌دهندگان از قانون سبب میشود که کارمندان سودجو کارشکنی کرده و از مالیه‌دهندگان پول بیشتر تقاضا کنند. امروز کارزار هفته مالیات آغاز شد. هدف از برگزاری این برنامه آگاهی دهی به شهروندان و مالیه دهندگان بزرگ و متوسط از قوانین مالیات است. با گفته مسئولان وزارت مالیه بیشتر مالیه دهندگان و شهروندان از قوانین مالیه آگاهی ندارند و به همین دلیل در زمان معین مالیاتشان را نمی پردازند.
و شماری هم از مالیات دهی فرار میکنند. از سوی هم شماری از کارمندان و سودجو از خلای ذهنی مالیات دهندگان از قانون مالیات استفاده کرده و از آنان به بهانه های گوناگون پول بیشتر درخواست میکنند و فساد را گسترش میدهند. یک کسی که نمیفهمه کدام نوع مالیه بتون یا چه رقم مالیه بتون پس مامور دلش اختیارش هر چی که میکنه میگه که سرت 1 میلیون میایه واز داخل ده 1 لک میاریش فلهاز آگاهی دهی کامل وجود داشته باشه فساد هم صورت گرفته نمیتونه. در همین حال معین عواید و گمرکات وزارت مالیه هشدار میدهد که پس از این برای مافیاها اجازه نمیدهند که از پرداخت مالیات فرار نمایند. مافیایی کړی او ته اجازه ورنکړو څو د مالی په نو ورکړه سره لیوی خوا د هیواد په خیرازی کې لګډون څخه ډډه وکړي او لبلې خوا خپلو غیر مشروع عوایدو څخه د ملت د بربادی لپاره ګټه واخلي. اعضای بخش خصوصی نیز از حکومت میخواهند تا در زمینه گردآوری مالیات، ساده‌سازی روند پرداخت مالیه و تطبیق قانون مالیه به گونه یکسان برای همه توجه کند. و برای انکشاف توسعه سرمایه گذاری بستر مناسب از او موجودیت یک سیستم کارای مالیدهی می باشد. با این همه مسئولان وزارت مالیه از شهروندان و مالیت دهندگان می خواهند با مطالعه قوانین مالیه و آگاهی از پرداخت آن اجازه ندهند که افراد و سودجو از آنان پول بیشتر بگیرند. هیچ کسی حق ندارد در برنامه ملی میثاق شرمندی مداخله کند. رئیس جمهور غنی با فرستادن پیام تصویری در نخستین نشست هماهنگسازی برنامه ملی میثاق شرمندی هشدار داده است که اگر کسی سبب به چالش کشیدن این برنامه شود مجازات خواهند شد. در همین حال از 3 سال به این سو در این برنامه 160 میلیون دلار آمریکایی در پروژه های گوناگون هزینه شده است. 6 نهاد حکومتی برنامه ملی میثاق شهروندی را به پیش میبرند. پس از 3 سال از آغاز این برنامه نخستین بار است که تمام مسئولان 6 نهاد برای هماهنگسازی این برنامه گرد هم میآیند. پیام تصویری رئیس جمهور غنی نشانگر آن است که روند کار این برنامه با کندی روبرو است. وی افزود این برنامه با هماهنگی توسعه خواهد یافت. و همچنان هشدار می‌دهد که در استخدام افراد و کارمندان این برنامه هر کسی که مداخله کند مجازات خواهد. استخدام در این برنامه باید مطلق شفاف باشد و بر اساس ظرفیت و اهلیت باشد. ضوابط در این برنامه بر ضوابط حاکم باید باشد و ترجیح داشته باشد. در جریان 3 سال بیشتر وقت به استخدام کارمندان و ساخت اداره ها سپری شده و از 1 سال به این سو کار عملی آن آغاز گردیده و تنها 160 میلیون دلار در پروژه های توسعه‌ای هزینه شده است. قرار بود در 4 سال نخست این برنامه 1 میلیارد دلار در پروژه های گوناگون هزینه شود. ما عملا می‌بینیم که صرف در سال 1397 ما داخل کار عملی شدیم. دیگه از اون نقطه نظر فعلا قسمی که شما دیدین در پرزنتیشن هم بالاتر از 6600 پروژه تطبیق شده که قبلا هم گفتیم 55% تا تعمیرون جل شوی چلی یو ارخدار دیر پرمختگ ده خلابلی خواه متاسفانه تروس هم لازمان 55% خونزی تعمیر نلوی. مسئولان اداره ارگانهای محلی میگویند تا اکنون 4 شهر بزرگ و 123 ولسوالی زیر پوشش این برنامه قرار دارد و در سال آینده 11 شهر دیگر نیز مشمول این برنامه خواهد شد. تمام شهروالی های ولایتی را در 4 سال اول تحت پوشش بگیریم و بعد از 4 سال ما شهروالی های ولسوالی ها را زیر پوشش میگیریم که امیدوار هستیم که با همین 10 سالی که برنامه طرح و دیزاین شده بود به اساس پروگرام، یعنی ما به اساس پروگرام پیش میریم. حکومت وحدت ملی در آغاز برنامه ملی میثاق شهروندی گفته بود که در 4 سال بیش از 1 میلیارد دلار در پروژه های گوناگون در کشور هزینه شده و 1 میلیون شغل نیز ایجاد می شود. چیزی که با انتقاد تند اتحادیه کارگران روبرو است و این نهاد از افزایش بیکاری شکایت کرده و حکومت را در ایجاد شغل به بیکفایتی متهم. خبرهای خارجی پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید.
ائتلاف با رهبری عربستان سعودی امروز عملیات تصفیه‌ای در بخش‌های از شهر صنعا پایتخت یمن را آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد مقام‌های این ائتلاف گفتند که در جریان عملیات انبارهای هواپیماهای بی‌سرنشین کوچک را آماج قرار دادند. شبه نظامیان حوثی از این هواپیماهای بی‌سرنشین برای حمله بر پایگاه‌های ائتلاف استفاده می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که گفتگوها میان مقامهای وزارت خارجه کشورش و مقامهای کره شمالی سازنده بوده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ترامپ گفته است که دو طرف گفتگوهای سازنده ای داشتند. او تاکید کرد که با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در اواخر ماه روان میلادی در شهر هانوی پایتخت ویتنام دیدار خواهد کرد و برخی توافقها نیز اعلام خواهد شد. چین سفر نرندرا مودی نخست وزیر هند به منطقه مورد مناقشه اورناچل پردایش را نکوهش کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، سفر نخست وزیر هند به این ایالت که چین نیز ادعای مالکیت آن را دارد در راستای جمع‌آوری پشتیبانی به حزب ملی‌گرای بهارتیا جاناتا در آستانه انتخابات پارلمانی کشور انجام شده است. چین میگوید که این منطقه بخش جنوبی تبت است و مناقشه بر سر آن سبب بروز جنگ در سال 1962 شده بود. با پایان این بخش خبری از خورشید رسیدیم. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. حالتان خوش. خدا نگهدار.